موشکاف داور درجه یک بین المللی اعلام می کند دور دیگه ای از رقابت های مشتنی بین سید علی و اکبر کوسه در رینگ نیویورک با دو مشت پیاپی از جانب عظما به صورت و سیرت شیخ اکبر ادامه پیدا کرد و در مجموع هم سید علی هم کوسه بازی رو به ایرونی های پنج طلا واگذار کردن. بزن زنگو ببخشید بزن مشتو. سید علی مشت اول اونجا ول کرد که زد بساط دیدار شیخ پری با اوباما در مهمونی شام بانکیمون، اونم به صرف چند گیلاس آب خنک رو به هم ریخت. مشت دومم تو مذاکرات پنج به علاوه یک نصیب کوسه و دوم و دنبالچه هاش شد. حالا چجوری؟ بذارید از قبل از مذاکرات شروع کنیم. در مذاکرات حسن نیت جمهوری اسلامی، اراده جمهوری اسلامی برای حل موضوع با حفظ حقوق مردم من جمله حق غنی‌سازی رو نشان خواهیم داد که دنبال خرید زمان نیستیم. نشان خواهیم داد که در فاصله کوتاهی می توانیم موضوع رو حل بکنیم. همزمان با اولدروم بولدروم این ممجواد ضخیم برای نشون دادن اراده اکبر کوسه به پنج به علاوه یک، خود پدر خونده جام زهریا یعنی شیخ اکبر هم دست پاچه به صحنه اومد و دست کرد تو خورجین آخوندیش و یکی دیگه از خاطرات نم کشیدش از امام دجالشو بیرون کشید و اسمشو گذاشت نیویورک آغاز عزت. وقتی دو سه ماه بعد از پذیرش قطعنامه به محضر امام رسیدم، ایشون به من گفتن که امروز احساس میکنم که نوشیدن جام زهر چقدر برام شیرین بود. راست میگه، اینقدر برای شیرین بود که تا خورد پس افتاد. اکبر کوسه میخواست با دست و پا کردن این خاطره به اونایی که از به هم خوردن قرار ملاقات اوباما و شیخ پری کف کرده بودن دلداری بده و بگه قصه نخورید، زهرنامه آخرش خوشه. اما نتیجه مذاکره رو از زبون جان کری بشنوید. جان کری: اگر رژیم ایران بخواهد ثابت کند که در پی ساختن سلاح هسته‌ای نیست، باید حرف را به عمل تبدیل نماید. کار به اونجا کشید که تلویزیون CNN هم بعد از کلی تبلیغ و دادار و دودور قاط زد و مذاکرات رو اینجوری جمع‌بندی کرد. But let's be honest, these were talks about talks. Nothing substantive came out of it other than they looked at the timetable for moving forward. As you say, Sarah, they will meet in Geneva the 15th and 16th of October. These talks have been going on since 2006, so we've been here before when they've talked, and nothing has come out of it. And we have seen that, Aisha, time and time again, meetings about future talks. This has gone on for 7 years, as you mentioned. بله، تا اینجای کار کوه مذاکرات همون موش قبلی رو زاییده انداخته رو دومن پنج به علاوه یک. آخرش چی؟ خب آخرش معلومه دیگه، الان توپ تو زمین اکبر کوسه است. وقتم نداره بدبخت، چون تحریما داره باباشونو در میاره. آخرش باید تا دور بعدی مذاکره تو ژنو اکبر و سید علی همین جوری استخون هم دیگر رو بجون. پنج به علاوه یکم تا اون موقع سماق تغییر لحن سید علی رو بمکه ببینیم به کجا میرسه.